سوال 65 در 10 جمله دوم یک دنباله حسابی مجموع جملات با ردیف فرد برابر 40 و مجموع جملات با ردیف زوج برابر 50 است. جمله اول این دنباله کدام است؟ با یه مفهوم جدید مواجه شدیم. 10 جمله دوم. 10 جمله دوم یعنی جمله 11 تا 20. ببینید 10 جمله اول می شود آ1 تا آ10، 10 جمله دوم می شود آ11 تا آ20. یه مطلب، شما اگر با هر فاصله منظمی جملات یک تصاعد رو انتخاب کنید، دنباله جدیدتون باز هم تصاعد حسابیه با قدر نسبتی جدید و جمله اولی جدید طبیعتاً، ولی قوانین همچنان برقراره. گفته در 10 جمله دوم مجموع جملات با ردیف فرد، یعنی شماره هاشون فرده، یعنی آ11، آ13، آ15، آ17 و آ19، مجموع این 5 تا عدد که از آ11 تا آ19 می شود شده 40. و ببینید این هم تصاعده و چند تا جمله است؟ 5 تا جمله است. پس مجموعش از رابطه این دوم جمله اول به اضافه جمله آخر تبعیت میکنه 5 دوم جمله اول به اضافه جمله آخر مساوی شده با 40. حالا معادله بعدی، ما رسالتمون توی سوال تصاعد نوشتن دو معادله با دو مجهول آ1 و دی و حل اون دستگاه و تعیین آ1 و دیه. بعد دیگه هر چه بخواد میتونیم تعیین کنیم. مجموع جملات با ردیف زوج برابر 50 میشه آ12، آ14، آ16، آ18 و آ20. که اینم یه تصاعد جدیده، باز رابطهش میشه جمعش نصف تعداد اولی به اضافه آخری. ساده میشن روابط و ما میتونیم معادلاتمون اینجوری بنویسیم: 5 با 40 8 2 8 16 تا آ11 میشه آ1 به اضافه 10 دی، آ19 آ1 به اضافه 18 دی. پس من 2A1 به اضافه 28 دی رو دارم مساویه با 16. 5 با 50 10 ضرب در 2 20، A12 A1 به اضافه 11 دی، A20 A1 به اضافه 19 دی. باز اینجا من 2A1 دارم به اضافه 11 دی و 19 دی، C دی مساویه با 20. کم کنیم اینا رو از هم، دعای که خط میخواده سی دی منهای 28 دی، دو دی 20 منهای 16 4، دی مساوی میشه با 2. آ1 مورد سواله، به جای دی میذارم 2، سی ضرب در 2 60، میره اون بعد 20 منهای 60 منفی 40، آ1 میشود منفی 20. گزینه 2. و حل های ساده تری هم میشه برای این سوال گفت. مثلا من اگر این دوتا تصاویر رو از هم کم کنم، آ12 منهای آ11 دی، آ13 منهای آ14 منهای آ13 دی، همینطور 5 دی میشود 10 دی میشود 2. خیلی زودتر به اینجا رسیدیم، ولی خب این روش ها ابتکاریه. من میخوام با همون دوتا فرمولی که اول گفتم سوال ها رو واسه تون حل کنم.